عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهان امام حسین علیه السلام. بحث معاد ولایی رو در قسمت 27 تقدیم شما گرامیان میکنیم. معاد ولایی از که از اسمش برمیاد تمام عمری رو که در خلقت هست اینا یک ظهور و بروزی داره و یک عمقی داره. جناب استاد خیلی زیبا ظهور و بروز چون بیان میکنن میگن حواسمون باشه یک اشاره هست به ولایت مولانا امیرالمؤمنین، به ولایت امیرالمؤمنین هست که ما داریم زندگی میکنیم. غرض اصلی خلقت ایشون هدایت داریم ما میشیم، ما اینا رو دقت داشته باشیم. اشاره ما ادامه بحث رو انجام میدیم، در بحث قبر بودیم. من آقا رو معرفی کنم که نیاز معرفی البته ندارن، استاد ارجمند خودم دانشمند فرزانه عزیزی که این بحث رو خدا خیرش میده بحث نوعی هست آغاز کردن. واقعا معارف اهل بیت شما بایستی از کنار مرقد حضرت عباس علیه السلام که بصیر بودن در دین آغاز میکردیم و واقعا به جا بود. خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ حسن احمد کاشانی سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و از شما هم باید تشکر کنم. اولا من حقیر قابل این نیستم که به این توصیفات شما بیان کنید، ضمناً این بیان رو هم باید خدمت همه بینندگان عرض بکنم که برادر عزیزم، خواهش میکنم، نور چشمم، شخصی هستند که در پیش از اینها در همین ضبط‌هایی که در کانال‌های مختلفه این شبکه‌ها ضبط داشتند در این زمینه معاد زحمت فراوانی کشیدند. الحمدلله مستحضر این امور هستند، قبضه دستشون اینها همه هست و ما کوچکتر از این هستیم که بخوایم مطلبی رو خدمت شما عرضه بداریم، ولی در این حال باز هم سفارش میکنیم برای اینی که اون چیزی رو که ما به دنبالش هستیم و در لابلای این معاد ولایی داریم بهش اشاره میکنیم کمتر کسی متذکرش شده، یادآورش شده، یعنی ما معنادار میکنیم اومدن و رفتنمونو. خیلی به جا فهمیدم، بنده هم قابل این توصیفات حضرت عالی نبودم. اجازه بدید یک سلام خدمت آقای امام حسین داشته باشیم و بحث آغاز کنیم. بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرسالة و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معادن الرحمن و خزان العلم و منتهی العلم و اصول الكرم و قادة الأمم و اولیاء الأمم و ناصر الأبرار و دعام الأخيار و ساسة الغباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفت المرسلین و اترت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. بینندگان و بهشتیان عزیز زیارت همتون قبول باشه انشاءالله. با بحث معاد ولایی رو محضر شما هستیم، همه چیز رو با دیدگاه ولایت آقا امیرالمومنین مشاهده میکنیم. بحث قبر هستیم، خدمت حاج آقای کاشانی بفرمایید. عرض میکنم که ادامه بحث سابقمون، باز هم من به یکی دو تا فرمایش حجت خدا اشاره کنم، با اینکه این بحث واقعا ادله فراوان داره در سوال در قبر و اینها، ولی انگیزه دادن به این سوال که این سوال برای چی آخه،
چرا فقط محور ولایت امیرالمومنین بشه، سوال از ولایت بشه، به اونای دیگه بگن برین کنار؟ نه، اولا اونای دیگه هر کدومشون معنای ولایی داره، باطنش، روحش، جانش، حقیقتش ولایت امیرالمومنین، از نماز و روزه و حج و نمیدونم زکات و معاشرت و اخلاق، و حالا بعضیا میگن نه حقوق مردم و همه اینا، حتی حقوق مردم همونجا معنای ولایت داره. چرا؟ چون هم دیگه حقی باشه بین تو و مردم که تو کم داشته باشی، اگه داشته باشی خب بهش میدی، اون ور رد میکنی، جا به جا میکنی، درستش میکنی، نداشته باشی فعلینا اتمامو، ما درستش میکنیم، ما از عمل خودمون میذاریم، ما همه رو جبران میکنیم، یه چیزت باید درست باشه بدونی. و اگر کسی این نکتش درست شد، یعنی ارتباط تمامش به حسب ایمانش، اعتقادش، قلبا اولا تو دنیا ناقصه یه نماز روزه یا اخلاقی و دنیایی با مردم نداره، لو فرض داشته باشه همه رو جبران کرده، هر رو استغفار کرده، هر رو حق و ناس رو داده، هر رو کمبودش رو جبران کرده، اونی که مهم و محکه، چون همه بر اساس این معناست، او به پدر و مادرش بی احترامی نکرده، او فلان، همه رو داره، اینجا فقط یه چیز شده محک، میگه تو مؤمنی، اینم اگه داشته باشی تموم دیگه، از این خان به قول خودمون از این عقبه گذشتی. خیلی عجیب روایت ابن امام صادق علیه السلام فرمود یسأل المیت فی قبره، حالا از چند تا چیز میپرسن مواردش مختلفه که شما اشاره کردی باشه، اونی که مهمه اینه ان ولایتهی ایانا اهل البیت، یعنی همه اهل بیت باید ولایتشون رو داشته باشه، پذیرای آقایی، بزرگی، بزرگواری خاندان اثبت طهارت باشه، بدانه که اونا دست توانای خدان، چشم بینای خدان، در گوش شنوای الهی دارن، قلب آگاه خدا هستن، تصرف در ما کان و ما یکون میکنن، مسئله اعلا هستن، بالاترین سفیر و امین خدایی هستن که هر کاری تو دنیا بخوان بکنن، تصرف در عالم ما کان و ما یکون بکنن میتونن، با اون اعتقادهای بلند اگه اینو داشت میتونه بفهمه اینجا همه کار امیرالمومنینه، آرام میخوابه، آرامش داره، چون این ولایت به معنای کامل و از همه اهل بیت تا امام زمان علیه السلام داره، با این اعتقاد، نه صرف امامت هم مثلا، نه صرف این که معصوم، نه، وقتی با این دید، درجات ایمان مختلفه، این درجه عالی رو داشت، فتقول الولای عن جانب القبر، اون ولایتی که صورت نورانیش در اینجا ظاهر شده برای این، به اونای دیگه میگه ما دخل فی کن من نقصن فعلیت مامو، آقا نمازش بد بود، کم داشت، من تموم میکنم، چون معنای صلات رو فهمیده بود، چون روح صلات رو داشت، جان صلات رو داشت، اگه قرآن اونجا از کم داره، تو روایت داره مؤمن اگه تو دنیا قرآن بلد نیست، اونجا قرآن یادش میدن، روایت راجب برزخه، تو برزخ یادش میدن، این ترقی میکنه، اونا که میگن ترقی نداره این دلیلشه. اینم یکی از دلایل بحث ما که بحث به جایی هست این هست که امام کاظم علیه السلام فرمودن اگر کسی در باب معرفت یادگیری قرآن باشه، حالا هر سن و سالی داره، این از دنیا رفت، امام فرمود خدا از نهایه لطفش براش معلم قرار میده و همینطور ما یادش میدیم قرآن رو و این به آیات میخونیم، حالا میگیم بخون بالا برو. یا این بحث معرفت اینه که اگر شما الان دارید بیننده عزیز دنبال میکنید، خوشحال باشید که ادامه این بحث ما که بسیار بحث ما فقط از کلام اهل بیت داریم از خودمون نیست، اما واقعا قطره هم حساب نمیشید فرمون معارف اهل بیت که میخوان خودشون به ما القا کنن، چقدر خوب است که ما ادامه این دانشگاه رو در قبر ادامه بدیم. بله استاد، جالب اینه که این شخصی که قرآن یادش رفته همه برمیگرده. جالب اینه اینا هیچی، بگو تو بهشت برزخی بهش میگن اقرا ورقا، بخون برو بالا، یعنی ترقی داری تو، یعنی وای نستادی، یعنی جلوتو نگرفتن، یعنی جای رشد داری، یعنی باید رشد کنی، یعنی اومدی عبس نیومدی، یعنی تیه عوالم میکنی برای بالا رفتن اومدی. جانم
اینا معانیه. و این بالا رفتن مرکزیتش در این خانه است، محورش هم فاطمه و ابوها، اصلش، اولش، وسطش، آخرش، منتهاش، معدنش، همه و همه این خانه. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. آقا همه خلاصه شده تو وجود این کالبد این 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین. خب حالا فعلیه اتمامو همین ولایت میگه من تمومش میکنم. در احقاق الحق از طریق اهل سنت اینجوری روایت شده: فلا یبقا میتون فی شرق الاز ولا غربها فی بحر ولا بر الا اینکه منکر و نکیر هست. برای کی؟ اونی که من محض ایمانه و اونی که من محض کفره. شرق و غرب عالم اینجوریه که یسالانه ان ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه علی میپرسن همه رو، بعد میپرسن ازش من ربک، ما دینک، من امامک، من نبیک، من ما کتاب، من کتابک، دونه دونه اینا رو میپرسن. یعنی معنادار میکنن این اومد و شده شو. چرا اینا میپرسن آخه؟ آقا چیکار با اینا دارین شما؟ هیچ چیزی که نیست. جالب بود بیرندگو عزیز، باور فرمایید من خدا نکنه بخوام این بحث خود ستایی باشه یا بخوام اقرار کنم علی جناب استاد، این مباحث الحمدلله توفیق بود. ما تو شبکه‌های مختلفی بحث رو داشتیم، اما به این شیوه، با اینکه خود من اصلا اونجا حالت حتی قابل نیستم بخوام بگیم عنوان مثلا کارشناس این قسمت صحبت می‌کردم، خدا رو شاهد می‌گیرم بر من مثل اینکه شاگرد دارم تلمذ می‌کنم و یاد می‌گیرم. ما داریم که در قبل پیامبر اکرم فرمود این سوالات از شما می‌پرسن، سوالا قبل لو رفته، سوالا رو می‌دونیم. چرا سخت پاسخ دادنش؟ چون اعمال می‌خواد انجام بده. خودمونم اگر می‌خوام بگیم نگاه به اعمال می‌کنن، اونجا نمیشه ادعا کرد. حاج آقا خیلی قشنگ فرمودن اونجا که میگن که عمرت را در چرایی صرف کردی پیرامون ولایت بود، جوانیت را در چرایی صرف کردی. خب یه بار عمر پرسیدن، جوانی که جزء عمره، چرا یه سوال مستقل بیان میشه؟ چون یه نعمت مستقل به انسان داده شد. چیزه این اون آیه ولا تسالون نه یوم اذن عن النعیم، به به. اونجا نمیگن چرا کم خوردی، زیاد خوردی، ماشین خریدی، نه میگن چیزی نعمتی رو که خدا داده که دیگه نمیاد از اون بپرسه که کم بود خزینه خدا که تا حالا یه ذره نون دنیا رو خوردی به لذت بپرسن. اگه از عمرت میپرسن اونجا میپرسن، همینجا میگه سوال میکنن که این علمی که به دست آوردی از چه راهی به دست آوردی؟ یعنی چه علمیه؟ علم یعنی نور، علم یعنی کمال، علم یعنی ولایت، علم یعنی حقیقت روشنایی. خب این که تو داری میبینی اینجا که میبینی ظلمت، جهل، خفقان، گیر افتادن من در منجلاب دنیا و عوارض دنیا، اینه که نمیخوان بپرسن که این اصلا قابل پرسیدن هست؟ بعد خدا بیافرینه بعد سوال کنه؟ اصلا کریم خدا امام صادق فرمود اگه کسی بیاد منظر شما بخوای بره بیرون بهش میگه آب خوردی، خرما خوردی، اون عرب گفت این چه حرفیه، ما مهمانمون بوده. فرمود تو که یه جزء هم نیستی، نمیپرسی. خدا کریمه، فردا تو میگه نون خوردی، خرما خوردی، از نعمت ولایت میاد از سوال میشه. اونی که حیات توه، حرف اینه. آفرین. اونی که حیات توه، جوهر است، تینه اصلا. اونی که بقا توه، اونی که سبب بقا توه، سبب وجود توه. من حالا که فهمیدید یک حدیث بسیار زیبا بینندگان عزیز، من مهمانتون میکنم بعد وارد میان برنامه بشین. پیامبر اکرم فرمودن خداوند در عرش 70,000 فرشته خلق کرده، اینا هیچ کاری ازشون نمیخواد. میگه به قول ما دهنه ما اینجوری بازمون. آیه قرآن فرموده سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکنن در آسمان ها اونجوری که توشه، زمین اونجوری که توشه، ما بینش، همه تسبیح میکنن. اشاره آیه است. بعد توی فرموده که خدا هیچ چیز نخواسته، لا تسبیح نخواسته، لا تحلیل، لا 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 نگن، حمد نگن، الله اکبر نگن، هیچ کار نکنه. میگه جناب استاد ما تعجب کردیم، به قول ما میخوایم خیلی ساده بگیم گفتیم که خدا نون مفتی انگار به کس نمیده، چه خبر خلقشون کرده و هیچ چیز اینا نمیخواد. البته خدا خیلی نون مجانی داده، مزد کار نکرده داده، الحمدلله نعمه، اله شکر.
بعد میگه تعجب کردیم، یا رسول الله پس اینا چه کار میکنن اون بالا؟ حضرت فرمودن اینها اون بالا نگاه میکنن محبین و شیعیان امیرالمؤمنین، اگر اینها یک کوتاهی بکنن، غفلتی کنن، یه گناه مرتکب میشن، از اون بالا یه نگاه میکنن میگن غفر الله له، خدا ببخشش، از محیط ولایت مبادا بیاد بیرون. اینقدر هستی قرارش مهمه که بر این مؤمنین اینا رو خدا قرار داده که اینا مبادا یه ذره خارج بشن. حالا آخرش چی میشه؟ ما آقا بخوام تفصیل این قبر رو بدیم فکر میکنم ادامه داره، باید یه کتاب چیزی حرف بزنیم. آخرش چی میشه؟ خیلی حرف زیاده، یه کلمه اون آخر آخر وقتی کارش تموم شد، اون ملکی که داره بشارت بهش میده میگه نوم نومت العروس. نوم نومت العروس یعنی چی؟ یعنی راحت بخواب. عروس، عروس عربی دامادم عروس میگه آخر. نه حالا همون در هر دوتاشون ما داریم میگیم، ایبی نداره به دامادم بگه. این داماد، این زن و شوهر در شبی که اینجا الان نوم کردن ها، اوج خوشحالیشونه دیگه، دیگه چیز دیگه اینا اصلا غافل از چی هن؟ بیرون همه چی. خیلی کلام جالبه. بعد اینو میاره روی آیه قرآن حضرت، خیلی زیباست. بابا بخوابید حال کنید به قول خودمون، اول شب حال کردن شماست، بی خیال دیگه چیز دیگه. ماشاءالله چقدر قشنگ گفتید. بینندگان یک بعد برنامه آیه رو آیه میخونه، حضرت به این آیه اشاره میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بابا بخواب بی خیال همه چیز، تو مؤمنی، تو ثابت موندی، خوشا با احسن. بسیار تشکر میکنم. بینندگان این قسمت 27 معادب الهی هست که شما مشاهده میفرمایید. ببینید چقدر من تاکید میکنم، چون ما در این بعضی از قسمت ها اینقدر از انذار میگیم که راستاسه خودمونم میترسیم. یعنی این برای هممون حتما هست. گاهی اوقات که من خودم شب میخوام بخوابم، این پتو رو آرام رو سرم میکشم، حالا ملافه هر چیزی هست، یه لحظه پیش خودم میگم آخرین لحظه گذاشتم. به هر حال کسایی که تو زلزله از دنیا رفتن، تو تصادف از دنیا رفتن، اتفاقات امسال افتاد از دنیا رفتن، اگه بهشون میگفتیم امسال از دنیا میری باورش میشه؟ بگیم ما امسال اولین سالگردت رو میخوایم بگیریم، باورش میشه؟ یه لحظه پیش خودم میگم دوست دارم بیام یه یا امیرالمومنین از سر صدق و صفا بگم، یه لا اله الا الله بگم، تو رو خدا بذارید بیام بالا. میگن نه دیگه وقت تمام شد. بینندگان عزیز، این بحث معاد ولایی خیلی مورد نیاز ما هست. خواهش میکنم بحث رو سلسله وار دنبال کنید. ما انذارها رو گفتیم، این برنامه موقع توی به اصطلاح بشارت ها رفتیم، فلذا باز حتما این دو بال با هم دیگه باشه پروازش. نثار آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام همه با هم صلوات فرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعداهم اجمعین. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به علمك. بینندگان عزیز، خدمت حاج آقای کاشانی هستیم، با بحث قبر هستیم. جناب استاد دارن اشاره میکنن هر قسمتی از قبر، لباسش، کفنش، نوع دفن کردنش، اینا همه اشاره‌ای داره به اصطلاح ولایت آقا امیرالمؤمنین. ادامه بفرمایید جناب استاد. عرض میکنم دوست دارم که این بحث رو باز دایرهش رو جمع بکنم، به جهت اینکه مطالب اونقدر زیاده که خائفیم از اینکه بقیهش نرسیم. ما بیایم روی بحث دیگه. خب آمدن ما تو هر عوالم لطفی بود، منتی بود، حیات جدیدی بود، رحمتی بود، بالا اومدنی بود. حشرمون چی؟ تو حشرمون هم ولایت خوابیده؟ قطعا بایستی باشه، باید این باشه، چون بدعمون این بود، حشرمون هم اینه. حالا میخواییم بیافتیم تو عودمون.
از هش بریم تو عود که بگیم این عود همین عوده با همین سلسله مراتب طی عوالم و به همون انگیزه و به همون غرض و به همون حیات برای رسیدن به همون حقیقت ولایی که لابلای بیانات قرآن و سنت محکم و اجماع و بیانات علماء بزرگ و همه امت ها این هش رو دیگه قبول دارن. اگر نه تو اینجا مگر طبیعیون دهریون که اینا خب تو اینجا تعامل کردن چون اصل رو قبول ندارن، توحید رو قبول ندارن، یکتایی خدا رو قبول ندارن که تو همه اینا موندن. ولی اهل کتاب همه قائل به این که حشری هست. اصلا علت اصحاب کهف که اون قصه براشون پیش آمد همه برای انکاری بود که یه عده زمزمه اینو داشتن. این همه معجزاتی که در قرآن نسبت به زنده شدن عزیر و نسبت به این کاری که حضرت ابراهیم کرد در پرنده و همسال اینا که حالا اینا شواهد قرآنی است اینا از خواهیم کرد، دلیل بر اینه که اصل این برگشتن ما هست، ثابته، تردید توی نیست. اونی که دنبال غرضش هستیم و انگیزش هستیم و این بحث رو ما داریم مطرح میکنیم درش که بگیم در اینجاهای معنا و مفهوم بلندی هم نهفته است، ما برای اونیم. ما نیومدیم اما بپرسن که خب آقا تو دنیا چقدر اموال جمع کردی، چند تا اولاد داشتی، چقدر فلان کردی، چقدر در ارتباط به مسائل دنیا مثلا تلفن اختراع کردی، نور اختراع کردی، نمیدونم فلان دستگاه رو درست کردی، چنین چنان کردی، آه قرض خدمت به خلق است. یه حرف غلطی که امروزه داره زمزمش میاد اینا در واقع شبه اندازیه به اصل محشر و معاد و انگیزه دادن به حرف هاست. اینه آقا ما اومدیم خدمت به خلق کنیم، قرار از خدمت به خلق کی حرف ها زده؟ کی گفته اینا؟ از کجا در اومده این حرف ها؟ بله کسی که انگیزه ای داره تو دنیا هم در معاشرتش تو اجتماع برای ترقیات ما یحتاج زندگیش یه امورات اینجوری داره، اما غرض این نیست. اگر نه تو این مونده به هدف نرسیده. انسان هدفمنده، بر هدفی زندگی میکنه، تمام مشاغل دنیاوی و درآمدهای دنیاوی بر رسیدن اون غرضه. اگه نباشه تو اینجا وقفه کرده. حالا اصل حشر و اینکه انسان با این بدن دنیایی محشور میشه از اعتقادات مسلم مرحوم صدوق در اعتقادات فرمود الحشر من عقائدنا الحقه. قرآن هم فرمود و حشرناهم فلم نقادر منهم احد. هیچ که از اینها هم اینجوری نیستش که حشر نشه، همه محشور میشه. حتی در حیوانات هم الان بیان خواهیم کرد انشاءالله. مرحوم مدرسین فرمود انکارش یوجب الکفر، نص قرآنه. باز قرآن فرمود ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، نه ریب در اصل اون روزه و نه در این که مردم جمع میکنه خدا خلق رو، یعنی همینی که بوده و جمع بشه، یعنی همینی که اینجا هستند حساب کتاب مال همینا، اینا رو باید جمع کنه خدا و جمع هم خواهد کرد. امیرالمومنین فرما جعل یوم الحشر یوم الارض و سؤال، حشر اگه هست حشر برای اون انگیزه است. خب سؤال کنه دیگه، سؤال از چی میخواه بکنه؟ سؤال از غرض میخواه بکنه. بعد چی اومدی؟ رحم الله عمرن علم من عین، اولشو ببین الا عین، کجا اومدی؟ بعد این دوتا سبب میشه کجا داری میری. یعنی اونی که داری میری همونیه که از اونجا اومدی، برای اون اومدی، رو انگیزه اومدی، بی جهت که نیومدی که. و حالا کیف اومدن چجوری خواهد بود؟ بله سوالایی هم میشه نسبت به خیلی مطالب اونجا. ببینید باز خدا فرمود لئن متتم او قتلتم لئلالله تحشرون. اینم نفیش بکنیم که لئلالله تحشرون، لئلالله میگه، لامو برای چی آورد؟ برای خدا، نه در خدا، نه از خدا بودیم محسن. در خدا نه، ما به سوی امر خدا برای اون غرض خدا تحشرون محشور میشیم. ببینیم کجا بودیم، اومدیم چیکار کنیم، کجام داریم میریم. اونم با وصفی که وصفشو بخوای بگی قرآن، این اوصاف رو از خود قرآن میگیریم. یا امت از اهل کل مرزعت اما ارزعت،
اون روزی که هر حامله از شدت این حشر حمل رو میگذره و تزعو کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا. مست رو دیدین این ورنور میفته در حالت مستی، حیران، عقل زائل شده، نمیدونه، مدهوشه. یه عبارتی راجع به مصیبت آقا سید شهدا علیه السلام میفرماد که میفرماید که وقتی مصیبت بر عقل آمد، بله، میفرماد دهشت کرد عقل. تاشت العقول، بگی متلاشی شد، مزمحل شد، سرگردان شد، حیران شد، یعنی عقل اینجا واموند. فردا این قیامت کار به جایی میرسه که میفهمد تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. راجب اون یوم باز میگه یومون یفر المر من اخی و صاحبته و بنی و کل امرئن منهم یوم اذن شأن یغنی. انقدر گرفتار کار خودشون هستن که اصلا همدیگه رو فرار میکنه از همدیگه، یادشون میره همدیگه، زن و شوهر تموم. لحاظه باید سفارش کنم اینجا حق و حقوقا رو بگذاریم، اگر نه اونجا اینقدر وقوف داشته باشیم در عرصه محشر تا حساب کتاب ما برسه، حلالیت ها تلبیده بشه، گرفتاری ها درست بشه، همه خیلی عرق داره میریزه، اون روزی که زمین داره میجوشد از اون شدت حرارت گوگردی که مخلوط شده و صاف کرده زمین و همه الا یه عده‌ای، الا عده خاصی که اینها به نور ولایت امیرالمؤمنین حیات جدید گرفتن، اونا در آرامش محض هستن. این تذکر تو به جا بود، من یک ادامه بدم. بینندگان عزیز، به هر حال ما در زندگی دنیایی حق و حقوقی نسبت به همدیگه پیدا میکنیم، خدا نکرده صحبت میکنیم، غیبتی میشه، حرف و حدیثی میشه، واقعا هم قصدمون غیبت نیست، به هر حال در امور زندگی داریم صحبت میکنیم، اینها پیش بیاد، ببین از همدیگه بگذریم تا خدا بگذره. ما راضی نباشیم به کسی به خاطر این گونه اعمال ما در آتش بسوزه. من یاد حدیثی افتادم، پیامبر اکرم فرمودند اگر بنده مؤمن، خواهش می‌کنم با دقت گوش کنید، اگر بنده مؤمن بدهکاری در دنیا داشته باشه، یا مالی یا نماز و روزه داره بگردنش، یا کاری هست که بهش بدهکاره و نیتش این هست که اونو بپردازه، این نیست که بی خیال باشه، میگه نه به هر حال من نماز ظهر و عصر رو خوندم، قضاشو دارم میخونم یکی دیگه، اما به هر حال بعد از ظهر منم استراحت دارم، سر کار میرم، زن و بچه‌ام نفقه میخوان، دارم شروع میخونم به خوندن، عمرش سر بیاد، بیاد اون طرف. حدیث مال پیغمبره، صحیح السند، پیامبر فرمود من پیغمبر فردا قیامت، همونجوری که اینجا به محمد امین معروف بودم صلی الله علیه و آله، امانت دار میشم، وعده بهش میدم من باقی موندهشو براش جبران کنم. خیلی عجیبه، یعنی اگه الان ما نماز بدهکار هستیم، روزه ای هست، اعمالی هست، بسم الله بگیم پاشیم، ان شاءالله که توفیق پیدا کنیم خودمونم انجام بدیم، اگر نرسیدیم قصه نداره، پیامبر فرمود همین که اشاره کرد بیا تو راه، من امانت دارشو به عهده میگیرم. بینندگان عزیز، ما در قبر گفتیم که اگر یک شش تا ملک قرار میگیرن ولایت امیرالمومنین بالا سر می نشست، گفت نماز روز هر جا کوتاهی دارید من میام وسط. ما همه این بحث معادمون، همه حشرمون برمیگره ولایت امیرالمؤمنین. آقا جمله‌ای دارن که باید آب این جملتون با طلا بنویسم، ورودمون از کجا ابتدا شروع کردیم، طبیعی هست که خروجمون به همون سمت بایستی بره، فلذا این هست که ما واقعا لحظه لحظه زندگیمون به امیرالمؤمنین محتاجیم. چه تو ان چه کرهن، جالبینه، اولش تو اوکر رو قبول کردیم چه با میل و رغبت گرفتیم مؤمن شده، درست، چه صورت نفاق گرفت، به کره گرفت، اینجا مجبور این معنا رو بگیره، تو اوکرش هست، اما مؤمن نشاطش رو اینجا حس میکنه. بازم روایات حشر رو ببینید، حدیث خیلی زیباست از امیر مؤمنان سلام الله علیه، میفرماید که ان فی القیامت لخمسین موقفا، 50 موقف داره، کل موقفن الف سنه، هر موقفی هم 1000 سال، کدوم 1000 سال،
هزار سالی که ثم یعرج الیه فی یوم کان مقدارو الف سنه مما تعدون، هزار سال شما یا هزار سال عالم بالا. دیوانه کننده است این قضیه. هنجام موقف، هر موقفی هزار سال. فاول موقف، این که میگم حلال کنیم هم دیگر رو اینه، فاول موقف خرج من قبره، از اول که از قبر اومد بیرون خوب سو الف سنه، هزار سال اورات برهنه، حفات پا برهنه، جیا گرسنه، اتاشا تشنه. آقا چه خبره؟ ده دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، یه جا میخوای وایسی میگه آخ مردم، چه خبره؟ فمن خرج من قبره مؤمنن، قید اینجاست، ایمانی که این بنده خدا به خدا داره، مؤمنه به بهشته، مؤمنه به بعد از قبره، مؤمنه به بعث و حساب و قیامته، مقر به خداست، ایمان به خدا داره، تصدیق پیغمبر کرده و تصدیق ولایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام کرده، این وقت اونجا راحته. الحمدلله. این اونجا پوشیده است. اونجا بدون حساب وارد میشه تو عرصه قیامت. اون به یه مرحله ای میرسه که حالا بهش میگن بشارت، بهش میدن خوش اومدی، بهش میگن راهش میدن، به جایی میرسه که گرچه همه توی عرصه قیامت هستن، همه در یه جایگاهی وقوف کردن که باید حساب و کتاب بدن، اما نه، مؤمنین حالا خواهیم گفت چون غرض رو فهمیدن، اومدن رو فهمیدن، اینجا که اومدن دارن به اون غرض سیر میکنن، اون غرضه اینا کارشون اونجا درست میکنه. توی روایت داریم که اینا موقع سر از قبر در میارن اینقدر حیران هستن و ترسیدن، میگه 300 سال طول میکشه اسم پیغمبرشون یادش بیاد، اینگونه ترسیدن نمیدونن اصلا چی بگن. امام سجاد یه حدیث داره، میبینن و نزیز فرمودن سه موقف هست از سخت‌ترین موقف ها بر بنی آدمه. من اولی و آخرشو میگم، ببینیم وسطش خدا به داد برسه چه خبره. امام سجاد علیه السلام فرمودن موقف اول انسان موقعی است که داره لحظه آخری که چشم میبنده عاقبت به خیر میشه یا نمیشه، ببینیم چقدر این سخته. موقف سوم رو میگم، دوم رو کار دارم. سوم موقعی است که از پل صراط داره رد میشه، بهش میره یا جهنم میره. اون دو ملک دوزخ که زیر بغلش رو گرفتن میدونه اگرشون در بره، در بره. فرمود سوم بهش میره یا جهنم میره. خب این دو موقف مشخص شد که چقدر سنگینه. ببینیم موقف وسط چیه که تناسبی داره که با این و این آمد، موقع جان دادن، موقع بهش جهنم. امام سجاد علیه السلام فرمودن موقف دوم موقفیه که سر از قبر در میخواد بیاره. سبحان الله. پیداست این خیلی بعضی خبر اینجا باشه. عاقبت به خیری، بهش و جهنم رو فرمود، اینو در وسط فرمود. لحظه که سر از قبر میخواد در بیاره سخت در موازه یک انسانه. چه خبری میخواد بشه؟ استاد هدیه داد، حلاوت و شیرینی و خنکی ولایت امیرالمومنین برای مؤمن که بهش میدن چنان حالت برطرف میشه. اجازه میدین دو سه تا روایت همین ولایت رو تو اینجا ما پیدا کنیم، چون خیلی قشنگه. در هشتش سمون ابتدا امام باقر میفرماد ازا کان یوم القیامه، این که عبارت رو رو میخونم شاید ما اینجوری بگیم شکسته پکسته تر باشه، ولی اینجوری که میخونیم آقا بیان خود معصومه، حجت خداست، و این در قلوب کسی که ایمان به اون ور داره و امیرالمومنین داره اوقع در قلب کلامکم نور. روز قیامت که میشه خدا همه رو که جمع میکنه فی سعید واحد، همه جمع میشن و حشر پیدا میشه. خب کیا حفات اوراتن؟ همه نه، یه عده یوقفون فی المحشر حفات اوراتی هستن که یعرقون عرق، آن چنان داره سیل عرق میریزه، تشتت تو انفاس و این نفس ها داره میزنه خیلی شدید، انقدر وای میسن به مقدار 50 عام، 50 سال، 50 سالی که فی یوم کان مقدار و الف سنه ما تعدون، 50,000 سال شماست، 50 سال وای میسن ضریب کنید و نمیدونم سر به کجا در میاره. اینا اینجوری وای میسن. این آیه قرآنه، خشعت
اصوات اونجا صدا حال رحمان فلا تسمع لهم، نفس نمیکشن اونجا. در این حالت بعد منادی از تلقاء عرش خدا اونجا فریاد میکشه کجاست پیغمبر، تا میرسه اونجا ثم ینادا به صاحبکم، اونجا امیرالمومنین رو میخونن یا علی بیا بیا دوست شما آمده، یقدم امام الناس وای میسه اونجا، اون وقت گفته میشه یقول یا رب شیعت و علیین، اونایی که با غرض اومده بودن تی کردن حالا میرسن به این غرض. ملک فریاد میکشه ان الله یقول، خدا میفرماید قد وهبتهم لك یا محمد، من الان همه رو بر تو بخشیدم، و صفحت لهم عن ذنوبهم و الحقتهم به، اونجا اونجایی که همه مضطربن امام باقر فرمود فکم من باکن یوم اذن و باکیه ینادون یا محمد، اونجاست که امیرالمومنین رو با گریه صدا میکنن، امیرالمومنین پیغمبر رو صدا میکنن، فلا یبقا احد یوم اذن این ولایت الهی، اون روز پیدا نمیشه مگر اینکه یتولانا و یحبنا. جالبش اینه ببین قید و اونجا پیدا میکنه، نه اظهار ولایت میکنه، و یتبرع من عدونا و یبغضا، آفرین، براعتش هم نشون میده، براعتش هم نشون، چون اگه براعت نباشه ولایت معنا نداره. اتفاقا ببینید روی این بحث براعت ما صحبت داریم، ما یک دقیقه فرصت داریم استاد دعا هم بفرمایید ان شاء الله. بله اینه که فردا قیامت ما خود روایت اینجوری بخونم تو بحث ولایت، واقعا روایات خیلی زیاده این مقوله رو میگه، چون وقت اجازه نمیده به ما، ان شاء الله در جلسات بعد باز یه مختصری بشه اشاره خواهیم کرد. خلاصه اون غرزه رو داریم طی میکنیم از تو قبل بیایم تو برزخ، تو برزخ اون مسائل برزخ، تا قیامت هم که میرسیم اول سرمون رو بالا میاریم میایم تو عرصه محشر، کیا اونجا در امانن؟ اونایی که اون حقیقت رو بارش شدن اصحاب یمین نشونه دارن، دعا بفرمایید، پیشانیشون نور میدرخشه ازش. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از کسانی قرار بده که وقتی از سر از قبر بیرون میاریم نگاهمون به جمال پرنور امیر مؤمنان و اولاد معصومین اونها روشن بده، به ما بشارت به بهشت الهی بود. داره تو یه قصه ببخشید یه کلمه رو اشاره کنم، میگه من به خدای عالمی داشت فوت میکرد در حال اغما و قیامت رو دید، قیامتی و دو تا راهیه رو از این ور بازه، جمعیت شلوغ دارن میرن یه ور و اون ور، دو نفر سه نفر تک و توکی و به اسب دارن میتازن میرن تو بهش، گفت منم بذار برم، رسید دم در بهش که بره تو، گفتن اینجا، گفت میخوام برم داخل، گفتن اینجا دریه که روزخونای امام حسین باید برم، گفت چشم رو باز کردم، چون در جوار آقا سید شهدا هستیم جالبه، چشم رو باز کردم گفتم برام روزه بخونید، و خودم هم شروع کردم زمزمه کردن، رفتم و رفتم. خوش به حال اون کسی که کوله بار محبت و ولایت و گریه امام حسین اون لحظه با خودش ببره تو عشق قیامت. بسیار از شما تشکر میکنم، قدردانی میکنم، واقعا بحثتون خیلی زیبا است، خیلی ممنون. بینندگان عزیز ما هم با همین صلوات انشالله نوح خون امام حسین حساب بشیم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله ان شاء الله. خدایا ظهور امام زمان تو نزدیک بفرما، شما هم حق شناسی میکنم که تا این لحظه با ما همراهی کردید، اللهم عجل لولیک الفرج، التماس دعا، خدایا نگهدار همه شما.